ممنونم. واقعا باورتون میشه که 7 سال گذشت نیک آهنگ عزیز؟ اول سلام به شما و آقای دایی عزیز و همینطور سلام به بینندگان عزیز برنامه. بله باورم میشه که 7 سال گذشته. بالاخره از این رنگ موی بنده و ریش شما میشه فهمید که زمان سپری شده. با کمال تأسف. یک بار مرور کن اون روزها در خارج از ایران. فکر میکنم اون زمان تو تورنتو ساکن بودی اگر اشتباه نکنم، از اتفاقاتی که تو تورنتو میافتاد و حرفا و گشت و گذارهایی که اونجا رخ میداد، یک بار مرور کن کل ماجرا رو. طبیعتا خیلی از جوانان ایرانی تورنتو حساس بودن نسبت به وضعیت داخل کشور و راهپیمایی های حمایتی زیادی برگزار شد در شهر تورنتو برای حمایت از معترضان ایرانی. اما اون چیزی که مهمتر بود چیزی بود که در داخل کشور اتفاق می افتاد، این که بعد از سالهای سال در اعتراض به نتایج انتخابات یک واکنش عمومی و فیزیکی رو شاهد بودیم و در روز 25 خرداد جمعیت بسیار زیادی در خیابان آزادی و انقلاب به اسم فعلیش البته جمع شدند. در میدان آزادی میدونیم که جمعیت زیادی جمع شد، چیزی که قالیباف عنوان میکنه میگه 2 میلیون نفر، حالا کم یا زیادش دیگه با اونها. اما اتفاقی که افتاد یعنی واکنش به نتایج انتخابات و واکنش به نحوه شمارش، حالا هر اعتراضی که وجود داشت، اسم جنبش رو پیدا کرد. منتها وقتی شما از کارشناسان امور جنبش اجتماعی سوال بکنید، اون رو یک واکنش بیشتر میدونن، چون جنبش برای خودش یک هدف مشخص داره، یک رهبری داره، استراتژی های مشخص داره، تاکتیک های مشخص داره. اما اون چیزی که دیده شد در خرداد 88 و بعد از اون بیشتر واکنش هایی بود که در چارچوب تاکتیک های میشد اون رو ارزیابی کرد و معنی دقیق جنبش رو فکر نمی کنم پیدا کرد. با این حال چیزی بود که باعث نگرانی رهبران جمهوری اسلامی شد و اتفاقی رو که بعد از اون افتاد دیدیم. منتها کسانی که به عنوان رهبران این واکنش معرفی شدن و بالاخره رهبری رو بر عهده گرفتن، یعنی میرحسین موسوی و آقای کروبی و تا حد زیادی خانم رهنورد، در چارچوب به قول معروف قوانین جمهوری اسلامی خواستن عمل بکنن و بزرگترین هدفشون در حقیقت حفظ قانون اساسی و چارچوب‌های قانون اساسی بود و این به نظر من یک نقطه ضعف بزرگ بود. بله متشکرم. آقای دایی، در تهران که همون زمان من هم حضور داشتم، از تقریبا میشه گفت اواسط مرداد ماه به طور جدی این شعار روی زبان مردم افتاد که اوباما اوباما، یا با اونا یا با ما. از این سمت هم گفته شد که تماس‌های وزارت خارجه با رهبران جنبش سبز یا مرتبطین با رهبران جنبش سبز نشون داده که ایرانی‌ها خواستار دخالت آمریکا در امور خودشون نیستند. آیا این همون لابی‌هایی است که بارها و بارها شما نسبت به حضورشون در دولت آقای اوباما هشدار دادید در تمام طول این 8 سال گذشته که آقای اوباما در رأس کار بوده؟ بله، عرض کنم که اجازه بدید الان درود بفرستم به تمام کسانی که در جریان قیام مردم در سال 7 سال پیش شکنجه شدن، دستگیر شدن، خیلی هاشون تبعید شدن، کشته شدن. یک جنبش بسیار عظیم بود. حالا سوا این که واقعا چه اسمی رو روش بگذاریم، واقعش اینه که از زوایای مختلف میشه به این واقعه نگاه که اولا بزرگترین تهدید نظام جمهوری اسلامی بود، به اعتراف خود رهبرانشون میتونست سقوط بکنه. ولی درسایی که میشه گرفت اینه که برای به واضح‌ترین شکل سیستم سرکوب مدیریت شده نظام رو به نمایش گذاشت، سیستم بسیار گسترده‌ای که نمیاد در آغاز با گلوله و رگبار فقط مقابله بکنه. بیش از 10,000 نفر فقط در سپاه محمدی که همین همدانی که در سوریه کشته شد مسئول بسیجیان چمارکش بود. بسیار سیستم سرکوب گسترده بود و این خیلی قابل مطالعه است. دومش اینه که سقف انتظارات در چارچوب نظام یا اصلاحات حکومتی رو نشون داد که جواب نمیده.
بعدش نشون داد که وقتی که مردم سر در چارچوب هر کدام از خواسته‌هاشون هم که باشه جلوشون که باز بشه و سیلی که راه بیفته به هیچ وجه در چارچوب نظام متوقف نخواهد شد. دیدیم که شعارها مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر اصل ولایت فقیه شد. و درس بسیار مهمی که در داخل میشه در پایان گرفت یعنی که عدم تطابق رهبری این جنبش با ماهیت جنبش، ماهیت جنبش آرام آرام از نظام عبور کرد ولی رهبری که اون موقع شناخته شده بود میخواست در چارچوب نظام بمونه. این عدم هماهنگی سعی کردن فتیله به قول خودشون تظاهرات رو پایین بکشه و آرام آرام خاموش شد. بعد خود همون رهبران هم سرکوب شدن و اینم که چرا رهبران مناسب اون مراحل بعدی جنبش نبود به خاطر اینکه خب سالیان سال دیگر جریانات غیر حکومتی سرکوب شدن، تبعید شدن، هیچ رسانه‌ای در اختیارشون نبوده، تضعیف شدن، ازشون شیطان سازی شده و و و. یعنی بسیار مهمه که ما درسایی رو بگیریم از اون جنبش به درد امروز اون بخوره. حالا به خارج که برمیگرده درس مهمش اینه که الان دیگه کاملا مشخص شده که جمهوری اسلامی خیالش کاملا راحت بود که هر چقدر از مردم بکشه هیچ کس تکان نخواهد، در خارج کشور دولت‌های خارجی هیچ اعتراضی نخواهند کرد. چون در پشت پرده الان کتاب جدیدی هم که در اومده صحبتایی که در مورد مذاکراتی بوده که از سال از موقع ورود آقای اوباما 2009 شروع شده، پیغاما و پسخاما و میرفتن عمان، از همون موقع صحبت بوده که چیکار بکنن با هم چجوری دوست بشن، نشون میده که در جریان یا قیام مردم خیالشون کاملا راحت بوده که هیچ کاری نخواهد کرد آقای اوباما فقط. و اون چراغ سر ببینید حالا چه صدماتی به جنبش زد، میتونیم اینو بررسی بکنیم چقدر تاثیر داره سیاست آمریکا، درس بگیریم برای آینده که چطور اینا اومدن اتاق فکر جنبش صدر رو انداختن که دست کسی دیگه نیفته. تمام هدفشون این بود که رهبری رو به دست بگیرن در رسانه‌ها و جای دیگه. جنبش مردمی که ضد ولایت فقیه میگفت، مرگ بر ولایت فقیه میگفت، مرگ بر دیکتاتور میگفت، دست همین سبزها و اصلاحاتچیای حکومتی در خارج بمونه، خارج نشه. دوم هم که از آمریکا خواستن که حمایت نکنن. این رو درس بگیریم و ببینیم چقدر اینها تأثیر گذاشتن، چقدر بد بوده. خیلی مهمه که ما الانی که داریم بررسی میکنیم سیاست آینده رو نگاه میکنیم، سیاست مثلا احتمالا خانم کلینتون رو، حتما نگاهی به اون سال 2009 داشته باشیم و ببینیم چطور رفتار کردن با جنبش و چه کار کردن، چه سلامات و ضرباتی زدن. متشکرم آقای دایی. نیکو هنگ عزیز، آقای دایی به درستی گفت. من یادم هست که ما در تهران میگفتیم و به طور جدی مسئله رو مطرح میکردیم و این بخش عمده ای از تصور ما بود که با تأکید روی همین مرگ بر دیکتاتور یا مرگ بر اصل ولایت فقیه، مردم از آرمانهایی که آقای موسوی یا آقای کروبی قائل شده بودند برای این چارچوب یا اصلاح طلب ها اساساً عبور کردند و وارد یه عرصه جدید شدند. اما از اون سمت در هیئت حاکمه ایالات متحده آمریکا که توقع میرفت حداقل برای بخش عمده ای مردم که حمایت کنند از جنبش سبز، این حمایت دیده نشد. آیا میشه گفت که این حمایتی که انجام نشد رو چگونه میشه تعبیر کرد؟ اصلا خانم کلینتون در این حوزه چه در حقیقت جایگاهی داشت؟ ببینید بایستی توجه بکنیم که اتفاقاتی که در سال 1388 افتاد از چه زاویه‌ای میخوایم بررسیشون کنیم در ارتباط با برنامه‌هایی که آقای اوباما در مبارزات انتخاباتی خودش طرح کرده بود. آقای اوباما گفته بود که میخواد در حقیقت رابطه رو برقرار بکنه و مذاکره مستقیمی داشته باشه. در سخنرانی ابتداییش زمانی که پست ریاست جمهوری رو تحویل گرفت اعلام کرد که ما دست کسانی که از حالت مشت گره کرده باز کردن رو میفشاریم. پیام‌های مختلفی فرستاد. کسانی بودن در وزارت امور خارجه که مایل بودن که کمک بشه به جنبش اعتراضی و واکنش که صورت گرفته بود. مثلا جارد کوهن که بعداً به گوگل پیوست اومد و به توییتر گفت که
تغییر تحولات روی سایت توییتر رو عقب بندازن تا مردم اگر لازم باشه بتونن پیامهای خودشون رو منتقل بکنن از روی توییتر. این نگاه هایی به قول معروف حمایتی از جنبش اعتراضی وجود داشت، اما از طرف دیگه ما کسانی رو داریم در سیستم وزارت خارجه آمریکا که میگفتن حمایت دولت آقای اوباما از جنبش سبز یا اعتراض سبز منتهی خواهد شد به دور شدن هرچی بیشتر هیئت حاکمه ایران از اون مسیری که اینا میخواستن با ایران داشته باشن و در حقیقت بتونن بر سر مسائل هسته‌ای به توافق برسن. و به نظر میرسه آقای اوباما و دستیارانش مسیری رو طی کردن که توافق هسته‌ای دچار خدشه نشه و از جنبش اعتراضی هم حمایتی نکردن. چیزی رو که ما در ایران هم البته شاهدش هستیم این هست که در طی ماهای بعد از خرداد خب گروهی از مردم حاضر بودن که از در حقیقت رهبران این اعتراض سبز عبور کنند و در حقیقت مقابل جمهوری اسلامی قرار بگیرن. اگر خاطرتون باشه در حقیقت تشییع جنازه آیت الله منتظری شعارهایی داده شد که باعث نگرانی بسیاری از حتی رهبران جنبش سبز و یا آقای خاتمی شد، و یا مثلا در اتفاقی که در عاشورای سال 1388 افتاد عملا کنترل شهر تهران از دست نیروی انتظامی و نیروی بسیج خارج شد. ولی نقطه‌ای رو که می‌بینیم در حقیقت نقطه سقوط حرکتی جنبش هست همون جایی هست که وقتی خواهرزاده آقای موسوی ترور میشه، به جای که این قضیه تبدیل بشه به یک مومنتوم، به یک موقعیتی که مقابل دستگاه حاکمه بیسته، مطابق قوانین سیستم حاکمه خانواده موسوی راضی میشه که جنازه آقای علی موسوی در اختیار وزارت اطلاعات قرار بگیره و اتفاقاتی که افتاده بود رو به سمت در حقیقت فشار به حاکمیت ازش بهره برداری نکنن. حالا بعضی ممکنه برای این تصمیم یک توضیح اخلاقی داشته باشن، اما در ما در طرف دیگرمون کسی رو داریم، گروهی رو داریم که در حقیقت پایبند به اخلاق نبوده و جنایت رو برای حفظ نظام و نجات نظام توجیه کرده. اگر بررسی بکنیم مجموع وقایع رو میبینیم که بعد از در حقیقت عاشورای 88 روز به روز افت کرد جنبش اعتراضی. بعد از اون ماجرای خنددار اسب تروا که در حقیقت یکی از نویسندگان درس اومد و پیشنهاد کرد که یک استراتژی رو مردم ببرن جلو، متأ خیلی رو این کار کرد و بر اساس همون استراتژی خیلی ها دستگیر شدن در روز 22 بهمن، و یا وقتی که در خرداد 1389 در سالگرد انتخابات قرار بود راهپیمایی بشه، بعد بنا به توصیه ها و سفارش ها راهپیمایی متوقف شد و رهبران اعتراض سبز گفتن که نه نمیخواد راهپیمایی کنیم، هی بیشتر افت کرد. به نحوی که وقتی که در بهمن ماه 89 بالاخره به بهانه جنبش عربی و بهار عربی خیلی ها به خیابان ها ریختند، بعد از اون که آقایان موسوی و کروبی در حقیقت دچار حصر خانگی شدند، خیلی از اون مردمی که توی خیابان میگفتن موسوی دستگیر بشه ایران قیامت میشه هیچ اقدامی نکردن. یعنی هرچه بیشتر گذشت این قضیه به طور فرسایشی ضعیفتر شد. من حالا در ادامه صحبت خواهم گفت که برخی از منتقدین و متخصصین امور جنبش ها راجع به این مسئله چه نظری دادن. ممنونم، برمیگردیم نیکا هنگ به شما. اما آقای دایی، خانم کلینتون، حالا عذر میخوام صدای من برمیگرده، و خانم کلینتون حالا در مقام ریاست جمهوری آمریکا قرار گرفته، اخیرا هم صحبت‌های تندی در مورد ایران داشته، حداقل در شورای روابط عمومی اسرائیل و آمریکا که خب طبیعتاً جایی است برای صحبت‌هایی که کمی حالت گزنده‌تر از ایران داشته باشه بنا به دلیل دشمنی که سال‌هاست جمهوری اسلامی بر علیه دولت اسرائیل انجام میده. فکر می‌کنید که خانم کلینتون سیاست خارجیش رو در صورت انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا مطابق با اون چه در 4 سال دولت اول آقای اوباما به عنوان نخست و به عنوان وزیر امور خارجه داشت لحاظ میکنه، یا اینکه این تغییر باعث تحولات دیگری میشه؟
ببینید، من فکر کنم که برای بررسی سیاست خارجی بعدی، دوره رئیس جمهور بعدی که احتمالاً میتونه خانم کلینتون باشه، باید چند فاکتور رو این رو حتما در نظر بگیریم. در این چارچوب هر رئیس جمهوری باشه در همین چارچوب حرکت خواهد کرد. نکته مهمش اینه که بعد از جنگ عراق، بعد از حمله آمریکا به عراق و اون هزینه هنگفتی که در خاورمیانه اینها دادن که واقعا فاجعه بار هم بود، حمله بی خودی بود، محکوم کردنی بود، چه حزب جمهوری خواه، چه حزب دموکرات، به طور کلی جامعه سیاسی و مردم آمریکا خواهان دخالت نظامی آمریکا دیگه در خاورمیانه نیستند. این یه فاکتور جدی باید در نظر بگرفت. یعنی برخوردهای سیاستهای قاطع و نمیدونم درگیریهایی که هزینه‌های مالی و جانی داشته باشه رو آمریکا زیاد دنبالش نخواهد. نکته اول. دومش اینه که خاورمیانه 5 سال پیش، 10 سال پیش، 15 سال پیش یک یا دو چالش عمده داشت. الان شده 30 تا 40 تا. لایه در لایه بحران ها هستن که برخورد با اون واقعا اصلا غیر ممکن داره میشه. بنابراین خیلی رئیس جمهور بعدی مشکل خواهد داشت که بتونه یک سیاست استراتژی منسجم و مدونی رو پیش ببره. دو تا. سومی که حزب دموکرات به شدت چپ داره میشه، یعنی بخش چپ حزب دموکرات داره خیلی قوی میشه. میبینید که آقای سندرز به اصطلاح چقدر رأی تونست بیاره، چقدر فعالیت های انتخاباتیش موفق بود. بنابراین این تأثیر خواهد گذاشت بر سیاست خارجی خانم کلینتون در آینده و چپ هم به طور کلی خواهان برخورد جدی نه در مسائل خاورمیانه، به طور کلی با جمهوری اسلامی هم نیستن. این ستا رو داشته باشیم. اما ببینید سازش هستی، بعد بریم رو موارد جز جز. بنابراین آقای اوباما مماشاگرترین رئیس جمهور 36-37 سال گذشته در رابطه با جمهوری اسلامی، هیچ کی مثل ایشون نخواهد بود. بنابراین تمام شد این حرفایی که دوباره نایاک و اینها اونجا رو کاخ سفید بکنن پایگاهشون، همچین خبرهایی نخواهد بود. آقای اوباما تضاد جدی با اسرائیل داشت، از این شکاف هم جمهوری اسلامی هم لابیهاش به غایت استفاده کردن. خانم کلینتون اینطور نیست. اما باید دونه دونه مسائل رو بررسی کرد ببینیم چه میکنن. یه نکته بسیار مهمی که باید در نظر گرفت که هر رئیس جمهوری باشه رو مجبور خواهد کرد با سیاست جدیتر، نمیخوام بگم جنگ و اینا خبری نیست، جدیتر در رابطه با جمهوری اسلامی، اینه که سازش هسته‌ای رو کیش کنون دست نخواهن زد، سعی میکنن بیشتر اجرایش کنن، بیشتر نظارت کنن. بعد از سازش هسته‌ای جمهوری اسلامی دست خودش رو در منطقه بازتر دیده، دخالتاشو گسترش داده. این یک تهدید استراتژیک برای امنیت منطقه و برای امنیت منافع آمریکاست. هر رئیس جمهوری باشه به خاطر این رفتار جمهوری اسلامی برخوردهای جدیتری خواهد کرد. حالا یه نکته که مثلا بارز شده الان حالا بررسی خواهیم کرد اینه که مثلا حزب‌الله لبنان قلب سیاست خاورمیانه جمهوری اسلامی. هر برخوردی با حزب الله شما بکنید یعنی با جمهوری اسلامی کرد. الان آمریکا به طور جدی به دنبال اینه که تمام منابع بالای حزب الله رو ببنده، چه در کنگره چه کاخ سفید، تحریم های الان وزرای حزب الله در لبنان، چون چند دو تا یا سه تا فکر کنم وزیر داره حزب الله در کابینه دولت، حقوق نمیتونن بگیرن بانک ها، چون هر بانکی به حزب الله $1 هم بده تحت تحریم آمریکا قرار میگیره، بهشون پول نقد میده. دارن تمام منابع باشه با کمک عربستان و بقیه دارن میبندن. بنابراین باید به قول اینها کیس با کیس بریم جلو، مواردی بررسی بکنیم تا ببینیم سر هر موضوعی چه خواهند کرد. ولی به طور کلی اگه این طرف مرزش رو بکشیم که جنگ و این حرفا دیگه خبری نخواهد بود، این طرفش هم که آقای اوباما مماشات باشه دورتر خواهد بود، یعنی چیزی بین این دوتا خواهد بود. برخورد سخت‌تر از دوران اوباما خواهد بود، ولی دیگه مثل قدیما که بخواد دخالت بکنن و خیلی برخورد جدی بکنن نخیر. متشکرم. نیکو هنگ، آقای دایی مرزبندی روشنی رو ارائه کردند برای حوزه فعالیت سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در قبال ایران در دورانی که خانم کلینتون بخواد رئیس جمهور باشه یا آقای ترامپ. حالا سوال من اینجاست که آیا این مرزبندی که آقای دایی کشیدند
آیا میتونه ما را به گذشته برگردونه و ما را جبران خسارت‌هایی بکنه که تو این سال‌ها به ما وارد شده یا نه؟ مشخصاً میخوام بگم که یکی از مهمترین در واقع حرکت‌های اعتراضی جامعه ایران با همین ندانم کاری‌ها یا به عبارتی برنامه ریزی‌های همون اتاق فکرایی که شما هم اشاره کردین به بیراه رفت، فرصتی که میتونست به تغییر حکومت در ایران تبدیل بشه. آیا میشه از این رهگذار این مرزبندی های جدید شاهد این بود که باز چنین فرصتی برای مردم ایجاد بشه؟ ببینید، یک درس بزرگی شاید ما گرفته باشیم از اتفاقاتی که در خرداد 88 افتاد. اونم این بود که نمیشه اتکا کرد به کمک دولت های حالا اروپایی وقتی اونها به دنبال منافع خودشون هستن. و طبیعی هست، یادتون باشه که یک دولت منافع مردم و منافع خودش رو در نظر میگیره، نه منافع یک گروه از مردم یا همه مردم یک کشور دیگه. و وقتی میگیم مثلا چیزها رو از طریق سازمان ملل دنبال کنیم و میبینیم اتفاقی نمیفته، چون سازمان ملل عملا سازمان دولت‌ها هست نه سازمان ملت‌ها، و خیلی از اتفاقاتی که انتظار داریم در سازمان ملل به نفع مردممون بیفته و نمیفته، به خاطر اینکه در چارچوب منافع دولت‌ها می‌بینیم اتفاق. خب البته بعضی از دولت‌ها منافع مردم خودشون رو در نظر می‌گیرن، اما دلیل نمیشه که منافع مردم ما رو در نظر بگیرن. ببینید، در سال 1388 و 89 چند تا از پروژه‌های حقوق بشری که در آمریکا از بودجه دولتی آمریکا استفاده می‌کرد، به واسطه اون چیزی که من شنیدم نفوذ همون نگاه لابیگران بود در وزارت خارجه تعطیل شدن یا بودجهشون قطع شد. سایت یک نمونش هست. یا مثلا مرکز صداتون قطع شد نیکوهنگ عزیز، سایت چی فرمودین؟ من اصلا اصلاً میکنم این اینترنت ما متاسفانه دچار فاجعه شد. اشکال نداره. اینترنت چی، سایت چی فرمودین؟ ببینید، سایت گزار یا نشریه اینترنتی گزار تعطیل شد به خاطر اینکه بودجهش قطع شد. یا دیدیم اتفاقی که برای مرکز اسناد حقوق بشر ایران افتاد که بودجه بزرگش قطع شد و گروه های مختلف بودجهاشون عملا قطع شدن. به واسطه حضور افرادی بود که در وزارت امور خارجه آمریکا نزدیکی زیادی داشتن به اون چیزی که ما به عنوان لابی ایران میشناسیم. البته بعداً با خروج این افراد از اونجا برخی بودجه ها درست شد، اما دو مرتبه شاهد اون هستیم برخی از بودجه هایی که انتظار می رفت که وزارت امور خارجه آمریکا در مورد حوزه حقوق بشر ایران هزینه بکنه برای نظارت، اینها قطع شدن یا به گروه های مختلفی که قرار بود داده بشه داده نمیشه. علتش به نظر من این هست که نگرانی برخی از مدیران وزارت امور خارجه آمریکا که نکنه دولت ایران ناراحت بشه که برخی از منتقدانش از بودجه ها استفاده خواهند کرد برای مچگیری از نقض حقوق بشر در ایران. پدیده رو که ما بایستی با نگرانی بررسی بکنیم این هست که آیا خانم کلینتون برفرض اگر رئیس جمهوری آمریکا بشه، همین مدیران و همین افرادی که به قول معروف ما بهشون میگیم پالیتیکال اپوینتی در آمریکا، یعنی به لحاظ موقعیت سیاسی شغل خودشون به دست آوردن در وزارت خارجه، همینها در همین سمت‌ها باقی خواهند ماند یا تغییراتی ایجاد خواهد شد؟ اگر تغییراتی ایجاد بشه و کسانی بیان که در حقیقت نگاه بازتر داشته باشن نسبت به مثلا مسئله حقوق بشر، ممکنه امیدوار باشیم نسبت به برخی تغییرات در سیاست خارجی نسبت به ایران. اما اگر قرار همین افراد حفظ بشن و فقط یک جابجایی سوری صورت بگیره، در رأس مثلا دستیاران وزیر خارجه تغییر بکنن، اما همین شاکل وجود داشته باشه، یعنی هرم وجود داشته باشه، ما منتظر تغییرات خاصی به نظرم نباید باشیم. و خطری که میتونه داشته باشه این هست که برخی از افراد داخل کشور که زیادی امیدوار ممکنه بشن که با تغییر دولت اتفاق خاصی بیفته، اونام خواهند دید که اتفاقی نمیفته. اما فراموش نکنیم که فشار حتی از طرف دولت کنونی آمریکا در حوزه در بسیاری از مسائل در داخل ایران جواب داده. یعنی وقتی من خبر دارم که مثلا برخی از سناتورها در پرونده‌های خاص به آقای کری فشار آوردن که در اون موارد خاص به آقای ظریف فشار بیاره، آقای ظریف هم مجبور شده به دستگاه قضایی التماس بکنه یا فشار بیاره. پس باید در نظر بگیریم که فشارها معمولا جواب میدهند، اما بایستی امیدوار باشیم که کسانی به وزارت خارجه نیان
که یا مثلا مسئول نشن که مانع این فشارها بشن یا در مقابل این فشارها بایستن. نکته نهایی هم که بخوام عرض بکنم، اون لابی که ما به عنوان لابی جمهوری اسلامی میشناسیم در طول سالیان اخیر بسیار فعال بوده که مبادا مسئله حقوق بشر حتی در گفتگوهای هسته‌ای طرح بشه، در واقع انتظارها رو از جمهوری اسلامی ببرن بالا و سعی کرده حداقل انتظار وجود داشته باشه از جمهوری اسلامی. امیدمون باید این باشه که اینها از خانم کلینتون خیلی خوششون نمیاد و در طول ماه‌های اخیر خیلی تبلیغ کرده بودن برای آقای ساندرز. باید دید که در ماه‌های آینده اینها چه اقدام‌هایی خواهند کرد. ممنونم. همین رو می‌کنیم محور سوال بعدی. آقای دایی، فکر می‌کنید که رابطه گروه‌هایی که به قول آقای نیکانگ خیلی مدبرانه هم این جمله رو به کار بردن، ما به عنوان لابی جمهوری اسلامی میشناسیمشون، با خانم کلینتون چگونه خواهد بود؟ آیا اینها از حالا دام گستردن؟ دقیقاً هم نیکانگ اشاره کرد، ما شاهد تبلیغات گسترده ی همین گروه ها و لابی های بودیم که دقیقاً در دوران انتخابات سال 92 برای حسن روحانی تبلیغ میکردن، یک دفعه آمده بودن و در چند ماه گذشته برای ساندرز داشتن فعالیت های کمپین تبلیغات میکردن یا پرژن فور ساندرز رو، اون وبسایت پرژن فور ساندرز رو راه اندازی کرده بودن. رابطه اینها با خانم کلینتون چگونه خواهد بود؟ اصلا رابطه خانواده کلینتون و اون بخشی از لابی های جمهوری اسلامی که حالا به هر حال میشناسیم، چه در نیویورک چه در واشنگتن. از کنم قبل از اینکه این رو پاسخ بدم که ندارمه، یه نکته رو بگم. ببینید، این که آمریکا در سال 2009 دولت آقای اوباما وقعی به جنبش مردم نداشت، روشو کرد اون طرف، فقط این نبود که منافع مردم ما رو صدمه زد، برای خود اینها هم بد بود. وقتی که جمهوری اسلامی چراغ سبز رو دید که میتونه مذاکرات پشت پرده است و آقای اوباما دنبال اینه که هر جور شده با جمهوری اسلامی دوست بشه و سازش بکنه و میتونه در ایران بنابراین کشتار بکنه، اینا برو خودشون نمیارن، نتیجه چی شد؟ سال وقتی که میخواستن کابینه عراق رو تشکیل بدن در عراق، میدونست که آقای اوباما میخواد بیاد بیرون از عراق، میدونست که اهل درگیری با جمهوری اسلامی و فشارم نیست. دیدید که جمهوری اسلامی علارغمی که نوری المالکی انتخابات رو باخت به عیاد علوی، با زور نوری المالکی رو جمهوری اسلامی کرد نخست وزیر آمریکا، قبول کرد. بعد سر خروج از عراق هم بازم جمهوری اسلامی فشار آورد، از موضع ضعف آقای اوباما تمام درخواستاش رو رها کرد بدون که هیچ نیرویی در اونجا بذاره، اومد بیرون، چشش روی جنایات نوری المالکی بس که در مناطق سنی شورش شد. بعد در سال 2011 به بعد در سوریه وقتی جمهوری اسلامی دخالت کرد، هنوز داعش هم نبود، دوباره وقتی که جمهوری اسلامی چراغ سبزها رو دیده بود از آمریکا و میدونست اهل درگیری نیست، با تمام قوا وارد شد، مردم رو کشتار کردن، ارتش آزاد از بین رفت، از توش داعش اومد بیرون. یعنی این بحران‌های خاورمیانه که الان منافع خود آمریکا، تروریسمی که خاورمیانه رو تهدید میکنه، همه اینا بخش مهمیش ناشی از رفتار جمهوری اسلامی بود که آمریکا، آقای اوباما به امید اینکه با اینها دوست بشه دستشون رو باز گذاشت در همه زمینه‌ها. بنابراین منافع خود اینها رو هم به خطر میندازه. مماشات فقط این نیست که به مردم ما و منافع مردم ما ضربه میزنه، منافع آمریکا از این میگذره که این حکومت بره، که امید نمنده به این جناح و اون جناح. حالا سوالتون که فرمودید اینه که چه رابطه دارن. خب طبیعیه که اینها کاندیدشون ساندرزه، ولی خودشون هم بهتر از همه میدونن که ساندرز رئیس جمهور نخواهد شد، مگه اینکه اتفاقی برای خانم کلینتون بیفته سر ایمیل ها یا چیزهای دیگه، مجبور بشن آقای ساندرز رو بکنن کاندید، که به نظر من خیلی بعیده. هدفشون اینه که با حمایت از ساندرز که هرچی بیشتر حمایت کنن، بتونن در دولت بعدی دست بستر جناح چپ حزب دموکرات بازتر باشه، تاثیر رو سیاست خارجی بذارن، نفوذ داشته باشن، به ویژه در وزارت خارجه که مثلا مرکز اصلی رفت آمد این لابیست هاست. اما به هیچ وجه رابطه اینها با خانم کلینتون مثل آقای اوباما نخواهد بود. ببینید خیلی فرق میکنه. آخه ما فکر میکنیم ساده است که مثلا مدیر بخش ایران در شورای امنیت ملی کاخ سفید کارمند نایاک بود، خانم نوروزاده، یعنی کارمند نایاک بوده، سهر نوروزاده. این که اتفاقی که نیستش که همه اینا. من یادم اون اولی که آقای اوباما آمد، همین تیتو پارسی و نایاک و همین متحدینشین که الان سر زاسش هستی کار کردن،
یه خانم آقای اوباما میخواست آقای دنیس راس رو بکنه مسئول کل بخش ایران، چند تا سفیر انتخاب کرد، یکیش قرار بود بشه آقای دنیس راس در مورد خاورمیانه و ایران. همین ها لابی کردن که ایشون به وزارت خارجه نره، نکردن آخر، قبول نکردن دنیس راس رو تو وزارت خارجه. کی رفت جاش؟ جان لیمبرت که جزء هیئت مشاوران نایاک بود، رفت اونجا که چیکار کنن؟ راههای سازش رو باز بکنن. این خبرها دیگه نیست، به هیچ وجه نه رابطهشون با تیم خانم کلینتون نیست. نمیخوام بگم به طور کلی قطع رابطه خواهد شد، ولی اصلا دو دنیای متفاوت خواهد بود، برای همین ضربه خواهم خورد. و مهمتر از همه که فضا فرق کرده. ببینید اون موقع فضا به طرف سازش بود، فکر میکردن ما دوران پسا برجام رو باید ببینیم. بس پسا برجام یعنی این که بالاخره آمریکا حساب باز کرده بود که آقا بعد از برجام سیاست خارجی جمهوری اسلامی در خاورمیانه به ویژه تغییر میکنه، معتدل میشه. معلوم شده همش دروغ بوده. تبلیغ میکردن که در ایران وضع حقوق بشر بهتر میشه، معلوم شده دروغ بوده. تبلیغ میکردن که میانه روها انتخابات رو خواهند برد، نمیدونم دستشون باز میشه. دیدید که اون نتیجه مثلث جیم بود. الان دیگه هفته دو تا سخنرانی میکنه خامنه ای، در همه امورم دخالت میکنه. بنابراین این دوران پسا برجام یعنی پایان بسیاری از توهمات و کنار رفتن آقای اوباما به طور کلی زمینه های فعالیت این لابی رو به اصطلاح به شدت تضعیف میکنه، از بین میبره. و خانم کلینتون هم هرگز مثل آقای اوباما نه رابطه سنتی داشته با این لابی ها و نه به نظر من مثل دوران آقای اوباما خواهد داشت. متشکرم آقای دایی عزیزم. نیکا هنگ، مشخصا اگر بخوام این نکته رو بهش توجه کنم، یک ملتی به خیابانهای کشورشون میان و شعار سرنگونی رژیم سیاسی حاکم رو سر میدن و بعد این سمت دنیا گروه دیگری از افراد و فعالان هم مطابق همون خواسته ها شروع میکنن فعالیت کردن در تورنتو، لس آنجلس، واشنگتن، نیویورک که پل بروکلین رو ایرانی ها سبز کردن. تا چه اندازه کسانی که نمایندگان جنبش سبز خصوصا در کانونهای قدرت مثل و نزدیک به سیاست مثل نیویورک و مثل واشنگتن بودند، نمایندگان خواسته های واقعی طبقه اجتماعی مردم ایران بودند که در تهران زیر ماشین نیروی انتظامی می رفتند، گلوله شکافنده سینه ندا رو می دیدند، باتوم ها و کشتارهای کهریزک رو تحمل می کردند و ده ها رویداد تلخ دیگه که خاطرات خرداد 88 رو میسازه. در حقیقت همه مردمی بودن که به خیابون ها می اومدن. اینها نمایندگان بخش اصلاح طلب به نظر من حد اکثر بودند. اگر الان بررسی بکنیم بر اساس نتایجی که الان مشاهده می کنیم، اصلاح طلبان یه چیزی بین 25 تا 30 درصد به قول معروف بدنه اجتماعی رو ممکنه با خودشون همراه بکنند. اون بخش به قول معروف مستقل های جامعه ما بنا به مقتضیات ممکنه از این سو به اون سو حرکت بکنند. در نتیجه نمیشه امید کامل رو به اونها ببندن که بگن که در حقیقت اکثریت جامعه ایران با اصلاح طلبان هستند. این گروه محدودی هم که در نیویورک و جاهای دیگه، نیویورک، واشنگتن، سعی میکردن پرچم دار باشند و همراهی میکردند، اگر خاطرتون باشه با هر اعتراضی به شعارهای مرتبط به آیت الله خمینی، یعنی اگر آقای موسوی به دوران طلایی اشاره میکرد یا به قول معروف به حفظ اجرای بدون تنازل قانون اساسی مثلا حرف میزد، کسی به این مسائل انتقاد میکرد، به اون حمله میکردند. ما در خودنویس خب مثلا در سال 1389 اومدیم مطالعات بنیاد برومند درباره اعدام‌های سال 67 رو منتشر کردیم پیش از همه و خب به ما خیلی حمله کردن و گفتن شما دارین تضعیف میکنین. خب بحث ما این بود که اگر طرح کشتار و جنایت باعث تضعیف یک جنبش میشه، خب بایستی در اون جنبش شک کرد، پس بایستی کسانی که خودشون رو مدعی در حقیقت حقوق بشر میدونن بیان موضع مشخص بگیرن در قبال آنچه که در سال 67 و پیش از اون اتفاق افتاده بود یا بعد از اون اتفاق افتاده بود.
نهایتاً ما تونستیم با خانم زهرا رهنورد گفتگو بکنیم و خانم رهنورد فکر میکنم نخستین کسی باشه در مجموعه اصلاح طلبان و یا در گروه های دیگر که رسماً در حقیقت اون اعدام ها و اون وقایع رو یک جنایت خوند و گفت که با آب حوض کوثر هم پاک نمیشه. خانم رهنورد به خاطر اون حرفی که زد در قبال جنایت ها بهش حمله کردند، انتقادهای تندی ازش کردند، گفتن چرا شما امام رو تضعیف کردید. همین چند روز پیش بود که آقای سیدعلی خمینی از اعدام ها و جنایت های سال 67 و پیش از اون دفاع کرد و گفت که اونها رو پدر بزرگش بهترین کار رو انجام داده. خب ببینید هنوز این تفکر در جامعه ما وجود داره و بسیاری از افراد حاضر نیستن موضع مشخصی در قبال اعدام ها و جنایت ها بگیرن و به نظر من پاشنه آشیل جنبش اعتراضی و جنبش سبز، حالا اگر بخوایم جنبش بدانیم یا جنبش اعتراضی که متمایل هست به اصلاح طلبان، همین هست که در مورد جنایت ها هنوز موضع مشخصی نگرفته. ببینید الان مادران لاله یا مادرانی که فرزندان خودشون رو در خاوران از دست دادن، بسیاری از اینها هیچ وقت مورد حمایت قرار نمیگیرن و اگر اتفاقی برای کسی بیفته کسی به دادشون نمیرسه. چرا؟ به خاطر اینکه اینها نسبت به بخشی از جنایتهایی که در پیش از سال 88 رخ داده معترض بودن. خیلی از گروههایی که تشکیل شدن در خارج از ایران و به خصوص بعد از 1388 و با وزارت خارجه آمریکا و مراکز مختلف همکاری میکنند، حاضر نیستند جنایت‌های جمهوری اسلامی پیش از سال 88 رو زیر ذره بین ببرن. کمپین‌های بین‌المللی حقوق بشر تشکیل میشن، اما شما بررسی بکنید کل سایت اینها رو، آیا در مورد جنایت‌ها و قتل‌های دوره هاشمی رفسنجانی هیچ چیزی در اونها نوشته شده؟ نه. آیا در مورد اتفاقاتی که در دوره دولت آقای خاتمی افتاده چیزی نوشته شده؟ نه. آیا در مورد آنچه در دوران نخست وزیری آقای میرحسین موسوی به وسیله وزارت اطلاعاتش اتفاق افتاده، اینها چیزی رو مستند کردند؟ نه. به نظر من تکلیف مردم ما، تکلیف معترضین به نظام زمانی عملا مشخص تر خواهد بود که گروه هایی رو که حاضرن رهبری اونها رو بر عهده بگیرن نسبت به این جنایت ها موضع مشخصی بگیرن و موضعی بگیرن که نشون بده که نسبت به جنایت حساسن، استاندارد دوگانه ای ندارن و حاضرند در مقابل ظلم و ظالم بایستن. این که ما ظالم رو، یک ظالم بزرگ خمینی رو بخوایم در مقابل ظالم دیگری خامنه‌ای قرار بدیم، خب یک جوک بزرگ است، چرا که لااقل از منظر تعداد کسانی که خمینی کشته نسبت به خامنه‌ای، خامنه‌ای فرشته ممکنه محسوب بشه، اما میدونیم که فرشته نیست. بایستی بیایم راجع به اینها بیشتر صحبت بکنیم و اینو تبدیل به یک گفتمان ملی کنیم و مردم راجع به این صحبت بکنن. من یک کارتونی رو در سایت تونستان یک نفر گذاشته بود وقتی که آقای علی خمینی اون حرف رو زد و از اعدام ها دفاع کرد، این بود که حق با اکثریت است، یعنی اکثریت و خریت رو حالا اون فرد با هم یکی دونسته بود، اینکه چگونه است که بسیاری از مردم نسبت به حرف آقای علی خمینی اعتراض نمی کنند، اما فرزن از شاهزاده رضا پهلوی میپرسن که چرا مثلا اتفاقی که پیش از تولد خودش افتاده رو محکوم نمی کنه. این چیزها رو کنار هم بگذاریم میبینیم که ما نیاز به یک تغییر و تکامل مهم در گفتمان ملی در مورد حقوق بشر و سیاست داریم. ممنونم نیکو هنگ عزیز، بسیار سپاسگزارم از توضیحات جامد. آقای دایی 4 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، یک سوال خیلی مشخص، آیا هنوز مردم دنبال رأیشون به میرحسین موسوی، آقای کروبی و اینها هستند؟ اگر همین امروز انتخاباتی آزادانه در ایران باشه، مردم باز میرن و رنگ سبز رو برمیگذیرن و رأی سبز به صندوق میندازن، یا نظرات و خواسته هاشون تو جامعه ایران عوض شده؟ به نظر من، خب اولا یادمون نره که تا هر اندازه‌ای که آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد در مقابل ولی فقیه و در مقابل به اصطلاح این بخش سپاه اینا ایستادن، مقاومت کردن، قابل تحسینه، باید تشکر کرد. به میزانی هم که متاسفانه نگذاشتن این جنبش تا ته بره، مقصرن که اون دیگه بحث دیگری است. اما در مورد سوالتون، ببینید حتی بخشی که به اصلاح طلب معروفن، جناح حکومتی، دیگه دنبال رأیشون که هیچی، دنبال آزادی آقایان کروبی موسوی خانم رهنورد هم نیستن، اصلا فراموششون شد. یه چیزی هم ماها طلبکارن که چرا ماهی لابد میگیم
میگن تمام شد دیگه، آقا روحانی اومد دیگه، تمام شد، دولت تدبیر و امید اومد. هی قدم به قدم در مقابل خواستهای ولی فقیه رفتن عقب که ولی فقیه اینا نرونه، بتونن تو انتخابات، تو نمایش انتخابات شرکت کنن. اما مردم واقعش اینه که ببینید، مردم از اول هم دنبال رأیشون نبودن، درست شعار بود که رأی من کجاست. مردم فکر میکردن در چارچوب این نظام میتونه یه چیزی گیر بیاره. یعنی ببینید جمهوری اسلامی اومد برای اینکه مردم رو بکشه تو انتخابات، یه یکی دو ماهی فضا رو باز کرد، تو کوچه ها تا صبح هزاران نفر بحث میکردن، گفتگو میکردن، یه مقدار اون بحث مناظره انتخاباتی و اینها که تنور داغش مردم بیا شرکت بکنن، دوباره این بساط اصلاح طلبی از بین نره. وقتی که این تقلب کردن، خامنه این تقلب کرد، اعتراضات مردم مثل آتش فشان زد بیرون. ولی فقط به رأی نبود که، این مورد 30 چند سال بود زد بیرون یک بارگی. و وقتی که زد بیرون دیگه از چارچوب نظام طبیعیه که خارج شد. بنابراین مردم خواستشون، خواسته امروز مردم ما، اکثریتشون به اعتقاد من همونی که در پایان جنبش بود، یعنی مرگ بر اصل ولایت فقیه، مرگ بر ولایت فقیه و خارج از نظام، خارج از ساختار نظام بود. بنابراین فراموش نکردن مردم و آتش زیر خاکستره. بی خودم نیستش که همین نظام، من یادم آخری مصاحبه که همدانی میکرد، همدانی کرده بود، حتی با نشریه جوانم گفته، دو سه تا مصاحبه قبل از مردنش در سوریه میگه که چطور حتی بعد از جنبش سمت اینا اومدن دوباره بازسازی کردن سیستم سرکوب رو. برای چی؟ همین پریروز دیدم یه گروه، یه یگانهای جدیدی برای فقط مخصوص زنان درست کردن، که در صورتی که اعتراض خودش هم میگه مسئول بسیج، میگه اگر مثلا تظاهرات صنفی معلمان یا پرستارا یه دفعه منجر به اتفاقات غیر مترقبه شد چیکار کنیم. بنابراین خود اینها میدونن که تمام نشده، آتش زیر خاکستر به اعتقاد من یک روزی بیرون خواهد زد. متشکرم آقای دایی عزیزم. به عنوان یک روزنامه‌نگاری که در زمان وقوع حوادث خرداد 88 در ایران، در تهران و از نزدیک شاهد این رویدادها بودم، ذکر این نکته رو هم در پایان این برنامه ضروری میدونم که مردم در کمال صبوری، صبر و احترام به جامعه و بدون حتی شکستن یک شیشه وارد خیابان‌ها شدند. به چشمم دیدم که تمام خسارت به بانک‌ها، مراجع عمومی، ساختمان‌های دولتی رو خود مأموران نیروی انتظامی و بسیج انجام می‌دادند و هر گامی که مردم برداشتن جز در راه دفاع از خودشون و از خواسته‌های به حقشون هیچ چیزی نبود. و ذکر این نکته رو هم ضروری می‌دونم که بازخوانی پرونده‌ای که تنها 7 سال از اون گذشته به ما این فرصت رو میده تا بهتر و درست در مورد تمام سال‌های پیشینه تاریخ کشورمون بهتر بدونیم و بهتر درکشون کنیم.